نشست علمی روزانه آیت الله لزما سید صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه نهم ربیع الثانی سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله لزما شیرازی در این نشست در رابطه با احتمال اینکه مرقد متحر امام رضا علیه السلام در مکان دیگری باشد فرمودند این رأی نادری بوده این رأی نادری بوده و صحیح نمی باشد بلکه هزاران نفر از فقه های شیعه طی بیش از هزار سال است که مزار امام رضا علیه السلام را مکان موجود می دانند معظم الله در رابطه با دلیل ازدواج نکردن حضرت معصوم سلام الله علیها فرمودند علما به این نکته اشاره کردند که بنی عباس به صورت مکرر به خانواده حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مراجعه می کردند و فشار می آوردند که با حضرت معصوم سلام علیها و, و خواهر ایشان ازدواج کنند و امام علیه السلام به هیچ وجه تمایل نداشتند که دختران خود را به ازدواج بنی عباس درآورند چرا که حکومت بنی عباس حکومت ظالمی بود به همین دلیل امکان ازدواج حضرت معصوم سلام الله ها و خواهران ایشان با غیر از بنی عباس فراهم نشد ایشان در رابطه با کیفیت سفر حضرت معصوم سلام الله ها فرمودند آنچه که در تاریخ آمده ایشان مانند آنچه در آن دوران مرسوم بوده همراه با قافله ای شامل برخی از اقارب و بستگان که مردم و زنانی در میان آنان بودند برای پیوستن به امام رضا علیه السلام آزم سفر به سمت توس شدند و وقتی به شهر مقدس قوم می رسند از آنجا که در آن زمان اکثر مردم قوم از شیعیان بودند مدتی را به همراه با اقارب و بستگان در قوم سکونت می کنند و پس از بیمار شدن که 17 روز به طول انجامیده از دنیا می روند آیت الله لزما شیرازی در ادامه فرمودند در برخی از تواریخ آمده که معمون عباسی به صورت مخفیانه به حضرت معصوم سلام الله سم خورانیده که به این توصیف ایشان شهید شدند با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم اسمها فاطمه سلام الله عليها وعرفت بالمعصومه معصومه اسم مو معصومه لقب يعني مو معصومه يعني عصمه عندها عصمه كبرى مثل فاطمه الزهراء سلام الله عليها المعصومون اللي عندهم عصمه كبرى فقط 14 رسول الله فاطمه الزهراء الائمه الاثني عشر بس هذول عصمه كبرى عندهم.